بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه ماست. بابک، آخرین خبرها از جنگ رو از تو بشنویم. پیش از آنکه به جنگ در شمال و در جنوب اسرائیل بپردازم، به دورتر خواهم رفت، به یمن و حوثی‌ها و دریای سرخ. همانطوری که می‌دانیم امروز اعلام شد که حوثی‌ها دو کشتی را مورد اصابت پهپاد و موشک قرار دادند. ارتش اسرائیل در این رابطه بیانیه‌ای بیرون داده و گفته که موشک‌هایی که این روزها به کشتی‌ها برخورد می‌کنند و حملاتی که حوثی‌ها انجام می‌دهند، هیچ کدام از آنها کشتی ها مربوط به اسرائیل نیستش و اسرائیل مدیریت هیچ کدام از این کشتی ها را به عهده نداره. این حملاتی هستش که آزادی کشتی ایرانی در جهان را مورد هدف قرار میده و نباید فراموش بکنیم که موشک ها و اطلاعات و توانایی ها همه مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست و در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران هستش که کشتی ایرانی جهانی را و ثبات جهانی را مورد حمله قرار داره. پیش از این هم اعلام شده بود که یک کشتی و زیردریایی های نظامی اسرائیل به سوی دریای سرخ حرکت کردند. در کنار اون شرکت کشتیرانی تیم، یکی از شرکت های بزرگ کشتیرانی اسرائیلی، گفته که در دریای سرخ رفت آمد نمی کنه و مسیرش را از اونجا به جای دیگه میبره. این باعث ضرر بزرگی برای این شرکت کشتیرانی خواهد بود و همچنین مدت رسیدن بار را نیز به طور جدی افزایش میده. در کنار اون، همانطوری که گفتیم، جنگ در شمال و جنوب همچنان و به شدت ادامه داره. موشک اندازی ها هم از شمال و هم از جنوب به سوی اسرائیل امروز هم ادامه داشت. بارها صدای آژیر خطر در جنوب و مرکز اسرائیل امروز به صدا در اومد. همچنین در شمال اسرائیل اعلام شد که یک موشک ضد تانک حزب الله به یکی از ماشین‌های ارتشی اسرائیل در یکی از پایگاه‌ها برخورد می‌کنه. حدود 12 نفر از سربازها در اونجا از ترکش‌هایی که به اونها برخورد می‌کنه زخمی میشن. اسرائیل هم در مقابل مواضع حزب الله را مورد حمله قرار داد. امروز آقای نتانیاهو اعلام کرد که جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و دیگر مذاکراتی با آتش بس انجام نخواهد شد. از این به بعد اگر مذاکراتی در رابطه با گروگان‌ها انجام بشه، در زیر آتش خواهد بود. ارتش اسرائیل به شدت امروز شمال و جنوب نوار غزه را مورد حمله قرار داد. نیروی زمینی ارتش اسرائیل حرکت به سوی جنوب نوار غزه و شهر خان یونس را آغاز کرده. اما در حال حاضر در شمال نوار غزه هم جنگ های ادامه داره. محله های مانند شجاعیه، زیتون مورد حملات شدید اسرائیل امروز قرار گرفت. اسرائیل میگوید که فرماندهان یکی از ستادهای مهم نظامیان حماس را امروز کشته و یک پلاکاردی هم ارتش اسرائیل بیرون داده و از دیگر فرماندهان نظامی حماس خواسته که خودشون را تسلیم کنن، وگرنه سرنوشتی مانند دیگران برای اونها رقم خواهد خورد. در عین حال هم از مردم در جنوب غزه خواسته شده که به محله‌های امن پناه ببرند. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ما بودیم.